بیش از همه به پیام‌ها و نوز قرآن تعلق داشت. بسیاری اوقات مردم برای شنیدن صدای خوش او که قرآن می‌خواند و حالت گیرایش به هنگام مرور و تکرار آنچه قرائت می‌کرد در کنارش گرد هم می‌آمدند و با اشک‌های شوق که او از چشم می‌ریخت می‌گریستند. امام هفتم با کنیه های ابو ابراهیم و ابو علی خوانده می شد و مردمان او را به صفت عبد صالح یعنی بنده شایسته‌ای برای خداوند و همینطور صابر به معنای پایداری کننده و امین تمجید می کرد. اما روحیه گذشت و بخششش و توانایی چشمگیرش در مهار کردن خشم آنچنان بود که بسیاری اون رو به صفت کاظم القید به معنی مهار کننده خشم میشناختن و همین وقت تبدیل شد به لقب تازه برای اون حسن، امام موسی کاظم علیه السلام. به رغم جوانی، دانش، پاکی و همچنین سخاوت و بخشش او چنان زبان زد بود که دو نفر نمی‌یافتی که بر سر این موضوع اختلاف داشته باشند. در این زمینه فقرای مدینه را مستقیماً شناسایی می‌کرد و آنگاه به همان شیوه که علی علیه السلام عمل می‌کرد، شبانه و در تاریکی هر نوبت بارهای سنگین از مایحتاج زندگی را فراهم می‌نمود و شخصاً به دوش می‌کشید و به خانه‌هایی که شناسایی کرده بود حمل می‌کرد، به طوری که دریافت کنندگان پی نمی بردند که کمک کننده کیست. پس بیهوده نیست که مردم ما امام موسی کاظم رو باب الحوایج هم می نامیدن و نسل در نسل نذرها و نیازهای خودشون رو از آستان اون طلب و به پیشگاه پررأفتش عرضه می کردن. در این حال مردم رو امام زحمتکشان هم می نامیدن. روزی به بیرون شهر رفته و گذرم بر زمینی متعلق به موسی بن جعفر افتاد. اونجا اون حضرت رو دیدم که روی زمین کار می کرد و چون نزدیک شدم دونستم که مدتی کار می کنه، چرا که آبهای پراکنده زمین زیر پاهاش انباشته شده بودم. به او گفتم فدایت کردم، مردان کارگر کجایند که شما خود به چنین کاری مجبور شده اید؟ پاسخ داد: